سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومد به یک ریاکشن ویدیو دیگه. قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانالو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید. حالا چه ویدیو رو می‌خوایم با هم داشته باشیم؟ پوری که میدونیم این چند وقته اتفاق عجیبی هم واسش افتاده بود، تو ضبط موزیک ویدیوش بود که یک حادثه واسش رخ داد و امیدوارم که حالش هرچی زودتر خوب و عالی و بم بشه، دوباره بیاد از این کارا بکنه، چون خیلی داره زحمت میکشه، موزیک ویدیوهای باحالی درست میکنه و این داستان ها و این اتفاق ها هم میفته دیگه. هرچی ریسک بیشتر میکنی احتمال اینکه اتفاق عجیبی بیفته زیاد. اون صحنه هم که داشتن واقعا ویدیوشو میگرفتن، ویدیو یعنی صحنه ای بود که رفیقمون داشت دریفت میزد به نوعی، اونم دنده عقب، و خب خیلی ریسک داره اینکه بپذیری این داستان و اینها رو، و حالا اون آدمی هم که هست بعد انتخاب کنیم اینا خیلی مهمه. ولی در کل دمش گرم که سعی می‌کنه کارهای جدید باحال و عجیب غریب بکنه و ریسک پذیره. آهنگ جدیدی رو منتشر کرده به اسم شوتیا، موزیک ویدیو هم هست که می‌خوایم با هم ببینیم، که فکر می‌کنم همون موزیک ویدیویی که این اتفاق واسش افتاد توش، و قراره با هم ببینیم کاور کاری که با هم می‌بینیم یه همچین چیزیه که پوریو میبینیم بالا یک خونه، میشه گفت کلنگی طور تقریبا، یه خونه قدیمی، اون بالا نشسته و پایین داره دست تکون میده. فکر میکنم لخ میشینم تو تراسم، خدا مرهمه با همه که تراس اینجا. ولی در کل این از این بود، بریم با هم گوش کنیم ببینیم چیکار کرده سابا. اینا هم که گفتیم همین دیگه، بریم که با هم این ویدیو رو داشته باشیم. خب قبل از اینکه بریم کارو ببینیم چه کسایی پشت کار بودن، همونطور که میدونیم و همیشه این طوری هست، کارگردان آکیوه که منیجر پوری هم هست، بیت گاد بیتسه که خود پوری، میکس مستر هم با ایلاکه بوده مثل همیشه، ادیت امیر ای پی بوده، کامرامن هم ام جی آر فیلم و امیر ای پی بودن، منیجر پروژه هم امیر هومی بوده، پلتفرم منیجمنت هم که آردا بوده، پرودوسرها هم که زیاد بودن، کامیار بامداد بوده، هومن بوده، فهم کنم اسپیشیال تنکس تقریبا همه کسایی که حالا پشت کار بودن و یه دستی دادن. هومن رو داریم، کامیار بامداد رو داریم، رهرو رو داریم و کایکا یا کیکا اگه درست بگم، لیبل هم که لیبل خود پوریه، XXVI Records. خب بریم با هم داشته باشیم ببینیم که چه ریختی دیگه. زانتیاوازی زیاد سکو. داشتم بودیا، هنوزم سوبرم، لاین دودیا مودیا، گات پولی تکبر ولی دم دایرکت منی، هوریان پولیا، رفتاری سردم بادخویا گرمم نمیکنه، هودیلان توریا، عرشت و تهران سه ماشین پشتم، چرا خاموش میای مینه هون. شوتیا کنارم لوتیا، علی علی و میشه با دندون قوتیا قوتیا داشم. شوتیا یعنی چی؟ شوتیا من نمیدونم چی هن. کسایی که شوت هن؟ با میشه با دندون قوتیا قوتیا داشم. شوتیا عرشت و تهران سه ماشین پشتم. اوهو تیمی با یه زانتیا سفید، ولی حتی نمیتونیم بمونیم، یه جواز قضا بین راهی، غریب است بدنم با ملافه تو هتل، چو خودم و رفیقام جمعیم تو خونه داییم میپیچ. اوه هتل موتل نمیره دیگه، من فکر کردم میخواد بگه تو ماشین میخوابیم، ولی گفت این خونه داییم. حاجی چه موزیک ویدیویه، چه موزیک ویدیویه، چه ادیتای نابی، ای بل غریب است بدنم با ملافه تو هتل، چو خودم و رفیقام جمعیم تو خونه داییم میپیچه، یکیشون بقیه میزنن زیرش قبل اینکه بذارن قضاشون بره پایین، میفته رو گوشیم یه شماره خصوصی، انگار یکی زیر پامو زده از آگاهی، زیرنگی ها پامه یه ایرونی تنه، چی با چی ها سته نه نمیکشه سرم، یه موتورال بامه واسه تماسای کاری، یه شماره جدا واسه تماسای زنم. او یه شماره جدا واسه تماسای زنم، یه دونه موتورولا برای تماسای کاری. موتورولا مگه هنوز استفاده میکنن؟ کلا موزیک تا اینجا اینجوریه که داره توضیح همون صحنه‌ای رو که ما تو بزکش و اینا هم دیدیم داره اونا رو تعریف میکنه، میدونی یه جور لایف استایلش رو داره میگه دیگه. با فنا گرم میگیرم عین کازنامه، موزیکام پیکان تو تازه را پ با فنا گرم میگیرم میگه کازنامن، میشه فامیل دیگه، مثلا مثل دخترمو پسرمو فلان اینا اینجوری میگه، با هم نزدیکیم با فنا، انگار یه خانواده ایم. موسای زنم با فنا گرم میگیرم عین کازنامن، موزیکامو پیکان تو تازه را پخش، پاکی میریزم رو دست همه آب پاکی، بقیه خفن و جلو حاجیت فازل آبم، ولی باز بودیا هنوزم صبرم لاین بودیا بودیا، گات پوری تکبر ولی دم دستن همه این هوریان پولیا، تکبر ولی دم دستن همه هوریا. چه مود باحالی داره موزیکش، با اینکه این یه موزیک نمیدونم کلا پوری خیلی عجیب غریبه باحاله، اینو خیلی توش دوست دارم که مود ایرانی میاره تو همه موزیکا، یعنی تو یه
وایب ایرانی میگیری از موزیکایی که داره کار میکنه. میدونی مثلا سروشیچکس که اون قدیما این کارا رو کرد، حالا سازا ایرانی آوردینا، مود و وایب ایرانی داره. با اینکه آهنگ میبینی مثلا این دریل و اینجوریه، حالا یکم هم ترپی میخوره و اینها، ولی مود ایرانی داره. میبینی چی میگم؟ یعنی وایب ایرانی میگیره، انگار ساخته ایرانه. اینش قشنگه. گات پوری تکبر ولی دم دستن همه این هوریان پولیا، بدخی و سردم یه جوری که گرم نمیکنه هودیلا جوریا، بدخی و سردم جوری که گرمم نمیکنه هودی، بدخی و سردم یه جوری که گرم نمیکنه هودیلا جوریا. مثلا یاد چیز افتادم، میگفت زمستون علی سورنا بود، انقدی سردی که از بغلت رد میشم تموم شعرم یخ میزنه. آرش تو تهران سه ماشین پشتم، چرا خاموش میای عین اون شوتیا 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 شوتیا، کنارم لوتیا علی علی وا میشه با دندون قوتیا قوتیا، داشم شوتیا 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 رام دو جور استفاده کرد، گفت پشتم میان مثل شوتیا، بعدم داره خطا به یکی میگه داشم شوتیا شوت میزنی، این شوتو میدونم چیه، اون یکی شوتیا نمیدونم چیه. لفظامو حفظم تکرار میکنن شینه و توتیا توتیا، بدون حاشیه ترک کامل یونی، موزیک که من پلی تو میری تو مهمونی، ستونم بزن نپذیرم دیگه، اینم حاشیه داشی. بدون حاشیه ترک کامل یونی، موزیک که من پلی تو میری تو مهمونی، تهدیدم میکنن لاغرای نقل یونی، گرفته بازی و حاجی تو لفظی گرفته بازی با لفظ ایرانی، نیقل یونی هم تهدیدم میکنن، سروش میگه دیگه تهدیدم میکنن لاغرای نقل یونی، گرفته بازی و حاجی تو لفظی ایرانی، رفیقا هم بادیگارد هم تیم تولید، خدا رپ فارس ورسا انگاری توحید، هنو تو سکوت جلو میره پلن، خدا رپ فارس ورسا انگاری توحید، توحید میخونن ملت، منظورش اینه همه دارن زیر لب میخونن ورساشو. گارد هم تیم تولید، خدا رپ فارس ورسا انگاری توحید، هنو تو سکوت جلو میره پلنا، گوخورا ولی پیگیر فیت من توهی، صبح میگیری تب شب بیان بخواب، گوخورا پی فیت من توهی، باز زاره سروش میگه جلو میره پلنا، گوخورا ولی پیگیر فیت من توهی، صبح میگیری تب شب بیان بخوابتون، دو تو بنده بم بعد زایده گابتون، یه جو پشت سرم حرف میزنی آبره بلا نسبت انگار گاد گایده خارتو شکم گاد گایده خارتو بیزینسی یه برا بازار نمیذارم برسونم به حیوان آزار، ولی رقیبا رو سخت زنم این جیگر گیا خارا برام امضا جمع میکنن کارزار. چی شد؟ جیگر بعد خوش سیخ میگفت به حیوانا نمیذارم آسیب برسون اینا، هواشینو دارم ویجیتریان هم از فکر کنم، نمیدونم اینجوری که داره میگه، ولی گفت جیگر بعد خوشو سیخ میزنم بعد امضا واسم ویجیتریانا جمع میکنن، ولی رقیبا رو سیخ میزنم این جیگر گیا خارا برام امضا جمع میکنن کارزا، هنوزم سوبرم لاین دودیا دودیا دودیا، ولی دم دستن همه این هوریان پولیا، ببین قشنگ میخوای باشی اینجوری گرمم نمیکنه هودیلا جوریا، سه ماشین پشت پشت خدمت میرسیم انگا شوتیا 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 شوتیا. میگم مود ایرانی داره، ببین مثلا آهنگای دیگه رو میشه مثلا میخوای اینجوری کنیم، با این میخوای اینجوری کنیم، آها میدونی شوتیا 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 شوتیا، علی علی با میشه با دندون قوتیا قوتیا، علی اونجایی که گفت با موزیکام یه جور میرقصن انگار اون آهنگ سندیا، گفت چی شلولوله چی چیه اون، راست میگه این فکت ها، این قشنگ میخوای با این قشنگ دیریل علی میخوای مثلا اینجوری شوتیا داشم شوتیا تمام شد. علی علی این یه جورایی تبلیغ های فیل هم هست دیگه، این صدا فیل هم میاد، آلبوم دومی آلبوم الپی پوری هست، قبلی هم الپی بودی اگه شونم. با هم شنیدیم پوری جزو پیشروهای حال حاضر نسل 4 و رپ فارسی، هر دفعه کاراش داره حال میده، حالا به تب اینجوری که تب چجوری حال میکنی باش خیلی یا نه، ولی خیلی موزیکی که توش نمیتونی به نظر من ایرادی بگیری، حسابی امضای خودشو پیدا کرده، کار خودشو پیدا کرده، داره میتازونه یه امضای خوشگل، یه دریل ایرانی و اون کارهایی که دوست داره و قشنگ میکنه، قشنگ وایب بهت میده و این قشنگه که ایرانی رو کار میکنه. مثلا خیلی از بچه‌ها اینجوری بودن که آقا دریل مثلا موزیک انگلیسه، مثلا چه میدونم فلان و اینا، چقدر خوشگل ایرانیش درآورده میشه، حالا حتما هم نباید کپی برابر اسب باشه و دمش گرم، خیلی داره باحال کار میکنه و مطمئنن پوری یکی از کسایی میشه که همین الان هم شده، ولی فکر میکنم یکی از کسایی میشه که اسمش تو رپ فارسی حالا حالاها هست و بعد ببینیم، گرچه که خب درسته سبک خوشی پیدا کرده، ولی مگه مثل امیر خلوت
یه تکرار ثابتی و برو اینا 100% خب زمین میخوره، ولی فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. اینجوری که برنامه‌شون چیده بود داریم ازشون می‌بینیم، اسم می‌کنم که حالا حرف واسه گفتن و تکراری نشدن داره. خلاصه البته که تو خب تکسا یه سری چیزا خب تکراریه، یعنی اون حرفی که داره میزنه اونم لایف استایلش دیگه، یه سری چیزا هم جدید میگه، ولی در کل شاید کلیت موضوع خیلی فرق نکنه، اما کلیت موزیک فرق میکنه، میدونی اون وایبی که داره، مدلی که داره و اینها. و در کل این از این بود. دمش گرمش، خسته نباشید میگیم و به تیمش، و آرزو داریم که هر چه زودتر حالش خوب بشه و بیاد موزیک ویدیوهای خفن تر بده و ببینیم و لذت ببریم. دمش گرم. نظر شما چی بود؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب با این داستان ها یادتون نره. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.